طوفان درجه سه میلتون با بادهایی به سرعت ۲0 کیلومتر در ساعت و بارانهای سیلاسا بیش از دو میلیون خانه و کسب و کار را در فلوریدا بدون برق گذاشته است ها و تخریب زیرساخت‌ها، تلاش‌های امدادی را به چالش کشیده و مقامات محلی دستور تخلیه اجباری میلیون‌ها نفر را صادر کردند توجه شما را به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده جلب میکنم طوفان <applause> سهمگین میلتون که به عنوان طوفان درجه سه وارد فلوریدا شد باعث قطع برق در بیش از دو میلیون خانه و کسب و کار در این ایالت شده است بادهای شدید و بارانهای سنگین منجر به سیلاب‌های گسترده در مناطق ساحلی از جمله تمپا و فورت مایرز شده و طوفانهای محلی نیز آسیبهای فراوانی به این مناطق وارد کردند. مقامات محلی دستور تخلیه اجباری بیش از هفت میلیون نفر را در پانزده شهرستان صادر کردند. اما بسیاری از ساکنان به دلیل نبود امکانات یا نگرانی های دیگر نتوانستند منطقه را ترک کنند. تخریب زیر ساخت های برق و جاده ها تلاش برای امداد و بازسازی را با چالش های فراوانی روبرو کرده است. طبق اعلام مقامات ایالتی، حدود 9000 نیروی گارد ملی و بیش از 50 هزار نفر از کارکنان برق به کار گرفته شدند تا به وضعیت بحران رسیدگی کنند. سیلاب ها تا 46 سانتی متر در برخی نقاط رسیده و طوفان بخش هایی از سیستم حمل و نقل و تامین سوخت را نیز مختل کرده است. امدادگران برای مدیریت بحران در حال فعالیت هستند و 9000 نیروی گارد ملی به همراه پنجاه هزار کارمند برق از ایالت دیگر به منطقه اعزام شدند تا وضعیت را بهبود بخشند با این حال برخی شهرهای بزرگ با کمبود سوخت و تعطیلی پارک های تفریحی مانند دیزلیلند مواجه شدند همچنین این طوفان باعث لغو بیش از 1900 پرواز شده است پیش بینی ها حاکی از آن است که بارش های بیشتر و خطر سیلاب های شدید در مناطق داخلی ادامه خواهد داشت